آبان 98 پیامدها و وظایف احزاب. گفتگوی ما با صلاح مازوجی از حزب کمونیست ایران، حمید تقوایی از حزب کمونیست کارگری ایران، حسن حسام از سازمان راه کارگر و رحمان حسینزاده از حزب حکمتیست را می‌شنوید. سلام دارم به همه شما، خوش آمدید. ممنون از اینکه فرصت رو دادید که با هم باشیم. آقای مازوجی، خواستم با شما آغاز بکنیم. نمیخوام بریم روی اینکه چه اتفاقی افتاد، چی شد. به هر حال همه خبرها رو دنبال کردن، ولی یک مباحثی هست که شاید بد نیست از زاویه شما باز بشه. یکی از مباحث بحث خشونت هستش. بی بی سی وارد میدون شد توی این مدت، تمام مفسرات اصلاح طلب رو آورد و تمام بحثای این هستش که خشونت شده، خشونت طلبی هستش و باید مقابله کرد با این خشونت. آیا شما این رو خشونت میبینید؟ من به سهم خودم از شما تشکر میکنم و سلام دارم به مهمانان عزیز این برنامه و همچنین به بینندگان. در رابطه با خب این سوالی که شما مطرح کردی، خب خیلی روشنه، یعنی عامل مستقیم همه اون خشونت هایی که در حال به کار گرفته شد خود رژیم جمهوری اسلامی بود. یعنی خودتون میدون، یعنی خود رژیم حتی این پروژه افزایش قیمت بنزین رو کاملا به عنوان یک طرح امنیتی به اجرا گذاشت و خبر حتی افزایش قیمت بنزین رو حتی از مجلس شورای اسلامی، از خیلی از نهادهای حکومتی پنهان کرد و مردم رو غافلگیر کرد و آرایش نظامی به نیروهای سرکوبگرش داد تا بتونه در همون لحظات اول که پیشبینی میکرد اعتراضاتی شکل بگیره و نه، این اعتراضات رو در حال بتونه سرکوب کنه و نذاره این اعتراضات در حال توده‌ای بشه و گسترش پیدا کنه و اینا. به این معنا این خود رژیم جمهوری اسلامی بود که مطابق یک طرح و نقشه از قبل آماده شده راه هر گونه شکل گیری و تداوم و گسترش اعتراضات مسالمت آمیز رو مسدود کرد و عملا در همون لحظات اول اومد زنگ و گریز خیابانی رو به معترضان تحمیل کرد. خب یعنی معترضان به طور واقعی در موقعیتی نبودن که خودشون آزادانه اون تاکتیک و اون روش هایی که در نظر داشتن و برای اعتراض علیه این افزایش قیمت بنزین و این تعرض آشکاری که به سطح معیشتشون شده بود اینو در پیش گیرن. معترضان آزاد نبودن که رفتار خودشون رو تعیین کنن. در چنین موقعیتی بود که خب اگه همچون موقعیت ایجاد می شد خب خیلی روشنه عقل سلیم ایجاب می کرد که معترضین یا رهبران این اعتراضات روش ها و تاکتیک هایی را در پیش بگیرن که کمک کنه این اعتراضات هرچه بیشتر توده‌ای بشه، هرچه بیشتر سراسری بشه. ولی خب وقتی رژیم همه راه ها را مسدود میکنه، همه راه های مسالمت آمیز برای شکل‌گیری و گسترش این اعتراضات را مسدود میکنه و در همان لحظات اول میاد به سر و سینه معترضان شلیک میکنه و جوی خون راه میاندازه، خب روشنه که این خود رژیم بوده که عامل این سرکوبگری ها بوده و در همچون وضعیتی بوده. یعنی وقتی معترضان عاملا با این وضعیت روبرو میشن و از سلاحی در دست ندارن برای مقابله با این وضعیت، خب خیلی روشنه از هر امکانی که در دست داشته باشن خب تلاش میکنن مقابله کنن و از همین رو بوده که اگه مواردی به بانک ها حمله میشه آتش میزنن، خب اونو به عنوان نماد حاکمیت جمهوری اسلامی و حاکمیت سرمایه در ایران مورد حمله قرار دادن و یک اکشن عملی بوده در مقابله خشونت های بی پروای رژیم و در حقه تلاشی بود برای ظرفیت های اینو نشون بدن، چون هم ظرفیت به کار بستن قهر انقلابی و در مقابل قهر ضد انقلابی داره. بله متشکرم آقای تقوایی. بحث از حمله به
بانک ها شد. این اولین بار هست به نوعی به این وسعت بعد از 57 ما شاهد یک عمل به این شکل هستیم. خیلی هم اعتراض داشتن که از همین اصلاح طلبان درون و بیرون رژیم که این خشونت هستش و خسارت به اموال عمومی. آیا شما با این نظریه تا چه حد موافق و یا اگر مخالف هستید به چه دلیل؟ نه به هیچ کسیش موافقتی ندارم. یک دلیل هم همین هست که الان دوستمون سلام توضیح داد، عامل خشونت جمهوری اسلامیه، نه فقط به این معنا که به این اعتراضات و معین شلیکت. 40 ساله یک خشونت سازمان یافته علیه همه معترضین در جنبش های حق طلبانه، در جنبش کارگری، در جنبش زنان، در کل جامعه برقرار کرده. این خشونت هست که با این انفجار اجتماعی به نظر من پاسخ میگیره. این یک نکته. یک نکته دیگه اینم بگم، کسانی هستن که علل اصول با خشونت مخالفن، این به خاطر قلب لطیفشون نیست، به این خاطر هست که تعرض مردم پایه های اون نظامی که اونها میخوان حفظ کنن رو به خطر میندازه. اونها میخوان با یک کمترین تغییرات، حداقل تغییرات ممکن، این قدرت دست به دست بشه. منظورم اپوزیسیون راسته، ولی ارکان حکومت، بوروکراسی حکومت، زندانها و نیروهای حتی مسلح حکومت، اینا سر جاش بمونه. به این خاطر با خشونت مخالفن، خشونت از جانب مردم، به این خاطر که تیشه به ریشه کل نظام میزنه. به نظر علتش اینجاست. ایده هم هستن که خشونت مردم رو مجاز میدونن، منتها تنها در اعتراض حق دارن علیه یک دیکتاتوری سرکوبگر. خودشون ابتدا به ساکن دست به اسلحه ببرن، این حتی در اعلامیه‌های جهانی مثل اعلامیه حقوق بشر تو آمریکا، اعلامیه حقوق مدنی، این نوشته شده مردم حق دارن دست به اسلحه ببرن درباره یک دیکتاتوری. بنابراین به این معنا هم من طرفدار این هستم که جامعه باید به هر وسیله‌ای که میشه تعرض کنه، حکومتو به زیر بکشه. و این چیزی اینا بهش میگن خشونت، چیزی جز حق مسلم مردم در مبارزه با یک حکومتی که 40 سال زندگیشون رو به تباهی رسونده، چیزی جز این نیست. میخوام بگم به این معنا خشونتی که اینا بهش میگن به نظر من گذار جامعه از تزهای مسالمت‌آمیز. اینو بگم، همیشه نیروهای اپوزیسیون راست یا لیبرال ها یا سلطنت طلب و غیره طرفدار گذار مسالمت‌آمیز بودن. تو این حرکت جامعه از مسالمت‌آمیز گذر کرد، نشون داد که میره که تعرض کنه و تعرض کرد. حمله به بانک ها پرسید، حمله به بانک ها به نظر من حمله به نمادهای سرمایه‌داری اسلامی در ایران هست. بانک همه جای دنیا خون مردم در شیشه کرده، نهادهایی هست که به خصوص در اصل سلطه سرمایه مالی تجسم و نماد خیلی محوری نظام سرمایه‌داری، اختلاس، راندخاری و غیره عجین شده. مردم به درست به بانک ها حمله کردن به عنوان سمبل کل نظام. به نظر من در این حرکت جلوتر از 96 بود، جلوتر از هر خیزش انقلابی قبلی بود، به این معنا که در این حرکت اولا مردم تعرض کردن و ثانیا نه فقط تعرض سیاسی که در آتش زدن عکس خمینی و خامنه‌ای و پرچم جمهوری اسلامی و غیر خودشون نشون میداد، حمله به فرمانداری یا مراکز مذهبی. وزیر کشور خودش آمار رو داده، به چندین مراکز مذهبی و فرمانداری ها و یگان های ویژه و غیره حمله شده. این جنبه سیاسی شد، ولی به یک چیز دیگه هم حمله شد، به بانک ها. صدها به آمار خودشون 700 خورده ای شعبه بانک در بیش از 100 کشور به آتش کشیده شد. این تعرض به کل نظام دیگه، این به زیر سوال بردن سیستم سیاسی و اقتصادی است که جمهوری اسلامی نمایندگی میکنه. و به این معنا این به نظر من تعمیق مبارزه مردم برای سرنگونی به اون معنایی است که ما کمونیستا میگیم، یعنی سرنگونی کل این نظام، نه فقط دولت، نه فقط جنای خامنه‌ای، نه فقط آخوندهای بد، نه فقط حکومت آخوندی. حکومت آخوندی و کل نظامی که این حکومت آخوندی پاسدار و نگهبانش است، که بانک یک نماد و تجسم خیلی گویا و صریح این سیستم هست. و به نظران حمله به بانک ها نشون میده تعرض مردم رو به کل نظام حاکم. بله متشکرم. آقای اسلام، روی همین تم همینطور که آقای تقایم اشاره کردن، ما شاهد حمله به بانک ها، جایگاه بنزین ها و مراکز مذهبی نظامی و حتی مقابله با سرکوبگران هم بودیم. یعنی این بار خلاف قبل فرار نمی کردن، مقابله می کردن. این رو چگونه تفسیر می کنید شما؟ در ادامه حرف
دوستان دارم، سلام بر شما و مهمانان عزیزی که دارید و تعظیم به بازماندگان جوانان عزیز ما که به قتل رسیدند و تلاش و مبارزه همه ما باید در مسیر آزادی اون 7800 بازداشتی باشه و هزاران زخمی. تلاش تعظیم میکنیم به اراده بزرگ کارگران و زحمتکشان و مردمان سراسر ایران. این یک نکته را خواستم پیش از همه ابراز ارادت کنم. از طرف جمع هم میدونم که همین حرف هست و همین ارادت هست. ببینید، خشونت در طول تاریخ رو فقط دولت ها و حکومت انجام داده، نه در این مورد. هیچگاه هیچ ملتی بلاواسطه مستقیم دست به خشونت نمیزنه، خشونت بهش تحمیل میشه. همینجور که رفقا گفتند، در این مورد مشخص از حرمین شم شده. اینا گفتن ما پروژه رو داشتیم، از 96 میخواستیم انجام بدیم، از قبل از 96 گیر کردیم سر تظاهرات، بعد سر جریان دیگر. و یعنی خودشون رو، و بعد گفت که رئیس سپاه پاسداران گفت ارتش، نیروی انتظامی، بسیج و سپاه با هم هماهنگ ارکستر کردن. یعنی این تدارک اون سید علیه که میاد و در واقع حکم اشرار میده به مبارزان و مردم، این تدارک شده بوده. تدارک سرکوب هم قبل از اعلام بنزین اعلام شده بوده، برای اینا خودشون برابر ارزیابی خودشون پیش بینی میکردن به اتفاق. خب وقتی که بچه ها را میگیرن میان تو صف، رفیق همه رفقای عزیز شما بهتر از من بدونید، خبرها پخش شده، خیلی جاها رفتن توی پارکینگ‌ها ماشینای مردم، موتورهای مردم آتیش زدن. خیلی جاها به عنوان تظاهر کننده رفتن از پشت زدن تو سر تظاهر کننده جلویی، بعد اون بیشرف آمده بگی که خود تظاهر کنندگان زدن. یعنی کشتار کردن در اشک، بعد در پنجره را بستن، انترنت قطع کردن، قتل عام کردن، 250 نفر کشتن، 300 نفر زخمی کردن. رقم تکاندهنده رو درست دوستان رو در پاسو به تظاهرات. خب اینجا کیا هسته که تو خیابونن؟ جوانهای بیاینده، جوانهای بیکار، جوانهایی که تجربه کردن به قول رفقای که حرف زدن که با این رژیم آدمخوار تحت هیچ شرایطی گوش شنوایی نداره جز سرکوب، زبان دیگری نداره. خب طبیعی است وقتی که همسایش میزنی میکشی فلان میکنی، اون شروع میکنه به عکس العمل مقابل کردن. این یک عکس العمل مشروع و بدیهی و روشن است. فکر نمیکنم اینجا کسی مخالف باشه که همه میدانند که هرچی خیابان از بسیج میلیونی بیشتر بشه، هم هزینه کمتره، هم ظرفیت سرکوب دشمن کمتر میشه. ولی مگه می نمیشه پیشگویی کرد؟ مگه ما با سوت بلبلی بذاریم که شو چنین این شیب؟ اینا ایده درست نیست. حقیقت مستقل از ما عمل میکنه. حقیقت اینست که رژیم اومده با کشتار آغاز کرده، خفه کرده جنبش رو، در مقابلش هم مسلحانه ایستادن. من گفتم یه جای اینجا تکرار دارم میکنم، من همین امروز بسیج تسلیح توده ای تبلیغ نمیکنم، ولی اینجا به صفت حسن ایسام به نمایندگی فردم میگم، نه سازمان را کارگر، که این تجربه نشان داد که مردمی که مبارزه سختی جلویشونه باید خودشون رو از همه بسترهای مبارزه و همه ابزار مبارزه آماده کنن. برای من دفاع میکنم از تدارک برای مقابله. روی این موضوع برنگردیم آقای حسام. به نظرم این اتفاقی که افتاد رو، این اتفاقی که افتاد رو عکس العمل طبیعی انسانی میدونم با دو زاویه بسیار مهمی که در تاریخ 40 ساله جمله رو بگم امیر، در تاریخ 40 ساله سابقه نه، یک همجور که رفیق تبایی گفتن مستقیما به نهاد سرمایه جهانی سرمایه‌داری هم شد، دو و عامل اصلیش در ایران یعنی دین و مراکز دینی حمله کردن. یعنی به دو نقطه کلیدی و سمبولی که این رژیم حمله کردن، یعنی این حمله آگاهانه بوده و منطبق با فلاکتی بود که بر شانه های اکثریت مردم هست. ممنون از توضیحاتتون آقای حسام. آقای حسین زاده، روی همین بحث خشونت، ما در بعضی از شهرها شاهد حضور تانک ها و ماشین های سنگین نظامی بودیم، استفاده از تک تیراندازها بر اضافه بر
اون دستگاه سرکوبی که قبلا هم بود. آیا این رو چگونه میشه توضیح داد؟ چون خیلی ها از همون طیف دارن میگن که دولت ناچار بوده این کار رو بکنه که بتونه حفظ امنیت رو به شهرها بازگردونه و مقابله با این خشونت بکنه، از روی ناچاری بوده نه اینکه میخواسته. خواستم نظر شما رو بدونم. منم ابتدا با سلام به شما و همکارانت و دوستانی که در پنل هستند، بینندگان عزیز، منم گرامی میدارم یاد جان باختگان این نبردهای آبان ماه و امید بهبودی زخمی ها، آزادی دستگیر شدگان و این مبارزات پرشور و قهرمانانی که تا به حال داشتن. ببینید، اولا اینایی که میگن دولت ناچار بود و تانک و بیار و اینا، به نظرم بیجا میگن و دقیقا در جبهه جمهوری اسلامی هستن، الان اسمشون هر چی هست با این حرفی که میزنن. و اتفاقا همین نکته ای که الان شما اشاره میکنین، دوستای دیگه جوانبی و مختلفی و گفتن، بذار در همین بحث خشونت حتی دقیق بشیم. این چیزی که جمهوری اسلامی این مدت انجام داد و کل این 40 ساله انجام داد، رفقای دیگه هم اشاره کردن، با خشونت قابل توضیح نیست. این قتل عامه، این کشتاره، این نسل کشیه و این انسان کشتن رو در ابعاد انبوهه. بنظرم اون چیزی که در ادامه سرکوبگری ها و جنایت 40 ساله جمهوری اسلامی، در ادامه سرکوبه 30 خرداد 67 و این بالاتر از 100,000 اعدامش، اون چیزی که در این یه هفته در روز آبان ما اتفاق افتاد، اوج جنایت پیشگی این جمهوری اسلامیه که واقعا فقط با خشونت قابل توضیح نیست. خشونت رو سیلی زدن همیشه با خشونت، مرز زدن همیشه خشونت. به قول شما یه جایی تانک آوردن، هلیکوپتر از بالای سر تظاهرات رد کردن، از آسمون دارن تیراندازی میکنن و از همون لحظه اول مردمی که شنیدن اتفاقا تعرض شده به سطح زندگی و معیشتشون، بنزین سه برابر گران شده. اگر حتی این خشونته، سران سه قوا در رأسش خامنه‌ای جنایتکار خم و امرون نه آوردن، اومدن به حال آتش به سفره 70-80 میلیون جمعیت اون جامعه زدن، گرونی رو دارن اشاعه میدن، یه تعرض وسیع، حتی اونم از خشونت بالاتر، به زندگی همه شهروندان اون جامعه و خانواده. عکس العمل طبیعی بود بریزن خیابون، تظاهرات کنن، اعتراض کنن، یه جایی در مقابل این دقیقا جنایت پیشگی به هر حال بانکی و آتش بزنن. منم مثل دوستا میگم این عکس العمل طبیعی در مقابل یک قتل عام. تازه فورا نیروهای بسیج و سرکوبگر میسنن که از قبل آماده دستور داشتن از بالاترین رو بزنن، سر رو بزنن، کله رو بزنن، با اسلحه کمری بکشن. در نتیجه اون چیزی که اتفاق افتاده، گفتم از جانب دولته و این دولت فقط خشونت نکرده، جنایت کرده، جنایت انبوه کرده، نسل کشی رو انداخته. به هر حال به قول شما الان تانک و توپ رو داره به میدون میکشه، گویا در میدان جنگ به یه لشکرکشی دولت دیگه، چی با مردم. در نتیجه اون چیزی که از جانب مردم دیدیم، اون مردم نفرتشونه، انزجارشونه، اعتراضشونه. اگر به هر حال یه فضا حتی نیمه نرمالی بود که تظاهرات 1,000,000 می داشتن، همون میدان آزادی در تهران می رفتن، درست مثل میدان تحریر بغداد و اون میدان مرکزی لبنان، اگر مردم می تونستن الان که یه ماه بیشتر اونجاها موندن، می موندن، حتی شاید لازم نبود به طرف بانکی هم برن. برحال مردم دارن در مقابل قتل عام های فجیع دست جمعی، برحال هرچی تو دستشونه از خودشون مقاومت نشون میدن، کاملا طبیعی، کاملا مشروع. الان بعد انسان میتونه در یه جنبندی سیاسی بگه به عنوان تاکتیک سیاسی، فعالین و مبارزین سیاسی برای توده‌ای کردن هرچه بهتر تظاهرات و مبارزاتشون، چه وقت چه تاکتیکی رو پیش بکشن یه چیزی دیگه است. اما در نفس مقاومت این توده مردم که حتی به بانک زدن، یه جا به بنده های مذهبی و خرافشون حمله کردن، کاملا حقانیت اون مردم رو میرسون و گفتم اون چیزی که جمهوری اسلامی انجام داده فراتر از خشونت. بله، متشکرم از توضیحتون.
آقای تقوایی، بحث زندانیان سیاسی مطرحه، تعداد بیشماری رو دستگیر کردن، الان هم دارن آیه میارن که باید دست و پاها رو قطع کرد، صحبت از شکستن دست و پاها هست. ما تجربه کهریزک رو در سال 88 رو هم داشتیم، به هر حال جمهوری اسلامی نماد انواع شکنجه ها بوده تا 40 سال. چه کار باید کرد که این آزادی زندانیان سیاسی رو در دستور کار همه قرار داد تا فشار بیارن و این اسیران رو آزاد بکنن؟ ببینید، به نظرم بعد از این خیزش آبان که داریم در موردش صحبت میکنیم، دو مسئله خیلی فوری برجسته میشه و در دستور مبارزات مردم قرار میگیره و تا حدی هم گرفته. یکی مسئله به اصطلاح دادخواهی و خونخواهی کشته شدگان در این قضیه، خواست تعقیب و معرفی و تعقیب مسئولین و عاملین این جنایت، و دو، آزادی بی‌قید و شرط همه بازداشتگان اخیر و همه زندانیان سیاسی. آزادی زندانیان سیاسی قبلا هم بود، جنبش دادخواهی قبلا هم بود، ولی این بار در یک سطح تعرضی تری، سراسری تری، توده‌ای تری این مسئله میاد تو دستور مبارزه مردم، خود به خود میاد، نه اینکه ما یا هر کسی دیگه رهنمود یا فراخانی بده. مردم الان محل تجمعشون جلوی زندان هاست، عزیزانشون در زندان هست و این شایعات و تا حد زیادی واقعیات رو شنیدن که الان شکنجه تو کاره، اعدام ها ممکنه بالا بگیره، همین شکستن دست و پا و انواع مجازات های جلاد منشانه اسلامی قرار در حقشون پیاده بشه و این جامعه رو نمیذاره آروم بشه. به نظر من جنبش خیزش آبان که این اسم رو بذارید روش فعلا بذاریم توی بس، شاید برای پیامت ها نتیجهش بعدا بیشتر صحبت کنیم، ولی یکی از نتیجه فوریش اینه که جامعه در یک سطح تعرضی تری در مقابل حکومت قرار گرفته. به نظرم بعد از آبان جمهوری اسلامی مثل حکومت اشغالگره برای مردم، اینن یک حکومت اشغالگر، کسی که با زره پوش و تانک میاد تو خیابون، با هلیکوپتر مردم به گلوله میبنده و با این وقاحت به مردم میگه اشرار و هزار هزاراشون رو میگیره و این وضعیت رو را میندازه، این فقط مثل یک حکومت اشغالگر در چشم مردم خودش نشون میده و مردم نشون دادن که اون اراده، اون جسارت، اون عزم رو دارن که دیگه اجازه ندن. ببینید، این تهاجم مردم به اعتراض بر حقشون به گران شدن سه برابر بنزین با خشونت حکومت، با به قول دوستون رحمان با جنایت حکومت پاسخ گرفت. تو شرایط دیگه مردم باید به خونه باید عقب میشستن، باید خیابونا جمع میشد، ولی این دفعه این اتفاق نیفتاد. مردم جوابی خشونت رو با تعرض دادن، به محلات کشیدن جنگو، به بانک ها حمله کردن، به یگان های ویژه، گارد های ضد شورش حمله کردن، به فرمانداری ها، به امام جمعه ها پرچم آتیش زدن، عکس خمینی آتیش زدن. مردم با تعرض جواب دادن، مرعوب نشدن، به خونه عقب نشستن، رفتن به محلات، نیروی سرکوب محلات کشیدن و درگیر شدن. این روحی است بنظرم جنبش سرنگونی در این فضا الان قرار داره، جنبش اعتراضی، و من فکر می‌کنم در این فضا جامعه میتونه بسیج بشه، سازمان پیدا کنه برای آزادی زندانیان سیاسی، بازداشت شدگان اخیر و همه زندانیان سیاسی، و برای حق خواهی، دادخواهی از خونهایی که این حکومت ریخته، معرفی و تعقیب عاملین و جنایتکاران این امر. بله، متشکرم. آقای مازوجی، یکی از مواردی که ما شاهد اون بودیم و این موارد نادر هم نیستش، حضور سپیده قلیان بود. شاید به شکل سمبولیک بشه صحبت کرد، ولی سپیده قلیان بعد از چندین بار بازداشت و شکنجه با یک وثیقه سنگین میاد بیرون و بعد میره توی تظاهرات، پلاکارد دست میگیره و بعدم دستگیرش میکنن. این یعنی این که فضای سرکوب و ارعاب دیگه جایی نداره در این جامعه، ولی از یک طرف هم وحشت این هست به خاطر پتانسیلی که جمهوری اسلامی سالها نشون داده یک هولوکاست دیگه دهه 60 تکرار بشه. آیا شما فکر میکنید این امکانش هست که جمهوری اسلامی دست به این کار بزنه؟ به نظرم در شرایط کنونی جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه، در توازن کاهی که اکنون شکل گرفته و کلن هم بعد از خیزش دیماه 96 کلن مبارزه با جمهوری اسلامی وارد فاز جدیدی شد و
کلن توازن کوه و به نفع مبارزات مردم در مقابل با رژیم تغییر داد. به نظر من همین خیزش آبان ماه هم که دقیقا در ادامه همون خیزش در حال دی ماه 96 بود، بازم توازن کوه و بیشتر به نفع جنبش های اعتراضی در جامعه، به نفع جنبش کارگری و به نفع صف مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی تغییر خواهد داد و کلن جنبش های اجتماعی و جنبش توده‌ای و جنبش های اعتراضی را در موقعیت بهتری قرار میده برای مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی و در حال مقابله با تعرضاتی که این رژیم به سطح معیشت مردم سازمان میده. از این نظر من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی این امکان رو داشته باشه و به نظر من همین کاری هم که کرده، همین سرکوب خونینی که انجام داد، همین بازداشت وسیعی که انجام داده، همین که مثلا هزاران نفر رو امروز بازداشت کرده و این هم به عرصه به برای تعرض به رژیم جمهوری اسلامی تبدیل میشه و به نظرم یکی از اولویت های این دوره اینه که نباید بذاریم سرنوشت این بازداشتی هایی که اکنون در زندان به سر میبرن و تحلیلاتی که جمهوری اسلامی ویژه انجام میده و اینا، نباید بذاریم سرنوشت اینا به سرنوشت هم دستگیر شدگان اعتراضات سال 88 و اینها منظر بشه. باید همین از همین امروز باید تلاش و مبارزه برای آزادی اینها در حال در دستور کار همین جنبش های اجتماعی قرار بگیره. هر جا کارگران اعتراض میکنن باید یکی از خواستاشون همین آزادی بدون قید و شرط دستگیر شدگان باشه. هر جا معلمان، بازنشستگان و در حال هر اعتراضی در این جامعه صورت میگیره، خب باید اینو در آزادی اونها و دادخواهی از جمهوری اسلامی را در صدر مطالبات خودش قرار بده و من تردیدی ندارم، یعنی در نتیجه همین اعتراضاتی که میشه جمهوری اسلامی را به عقب در حال برگردان و نذاشت در حال بیاد در خفا هر کاری خواست سر این دستگیر شدگان بیاره، مثلا بیاد در خفا اونها را اعدام کنه یا همین پاپوشایی که حالا میبینیم دارن براشون درست میکنن، این که گویا اینها به نهادهای خارجی، به سازمانهای خارجی، نمیدونم به دولتهای بیگانه وابستن و اینا، اینا همه خب زمینه چینیه برای اعدام و کشتار زندانیان سیاسی که به طور قطع هوشیاری مردم و اعتراضات مردم میتونه جلوی این جنایت جمهوری اسلامی رو بگیره. بله متشکرم. آقای اسلام در صحبت‌ها اشاره‌ای شد به مسئله قطع اینترنت که اون رو میشه به عنوان یک سرکوب نرم نام برد در ادامه سیاست‌های نرمی که جمهوری اسلامی به استفاده می‌کنه. خیلی هم معتقد بودن که این حرکت‌ها زودرس، این مقابله زودرس بود و به هر حال جنبش رو در یک شرایطی گذاشت که جمهوری اسلامی رو به حالت دفاعی به این شکل برسونه که شاید عواقبش کشتار وسیع هم باشه. تا چقدر با این قضیه موافق هستیم؟ عرض کنم در بخش اول عرض من عرض کردم که اصلا این کشتار قبل از اینکه اعلام بشه بنزین سه برابر شده سازماندهی شده بوده، چون رژیم جمهوری اسلامی با ابزارهای متنوع اطلاعاتیش بیش از بر شما میدونسته که این چه بار سنگینی بر دوش بیکاران و بی آیندگان و مردمان توی دست ایران خواهد بود. خودش آرایش داده بوده، به همین دلیل اول از همه اون سید آدم کش خامنه ای رو به تبعیت از اون سید آشم کش مرده خمینی آوردن که فتوا بده و بگیر اینا اشرارن و گفته دست باز کرده، آتش به اختیار اعلام کرد. یعنی این کمدی خنده داره. اگر به من دیروز توی مصاحبه تو تلویزیون برابری گفتم یه مش سوسول بیام بگه چرا خون ریختید، چرا این کار کردید، که بیشترشون همچین گفته شد سلطنت طلب ها، همین شورای مدیریت گذار و همین استفاده 14 امضاشی ها اینا میتونن باشن، چون اینا از انقلاب میترسن. خشونت برشون خشونت دولتی را تحمل میکنن، مقاومت مردم رو در مقابل خشونت رو تحمل نمیکنن. شما فراموش نکنید همین فقط این لایه های اپوزیسیون ارتجاعی گفتن نیست که ترامپ خفقون گرفت،
تمام مدیای جهانی خفقون گرفتن. همون 57 وقتی دیدن رادیکالیسم جنبش انقلابی بالا گرفته و خطره ای که اونها را دور بزنن، اون هویزر آمد تونداتون خمینی را آوردن بالا، سرهم بندی کردن و اسلحه را گفته خاموش کنن. یعنی فقط این لایه اپوزیسیون راست و مرتجع و ضد انقلاب نیست، در زیرش یک مدیای بزرگ هست که رو تبلیغ میکنه از ترس رادیکالیزه شدن. این یک نکته. مدیا رو سفیر آمریکا تو انگلیس ببخشید حرافی میکنه، میگه که ما میتونیم انترنت رو مستقل از دولت آزاد کنیم. چه غلطی کردید شما در این داستان ها؟ یعنی اگر به لحاظ تکنیک این امپریالیسم جهانی روس و چی که مردند، اونا حالا شدن اصلا از عوامل این دستگاه، یعنی اصلا جهنمی‌تر از گذشته شدن. اینهایی که حقوق بشر حقوق بشر میکنن، که وقت بحثش جلس که ضد حقوق بشر هستن، به دلایل بسیار روشنی که همین چند ماه اخیر در آمریکا و جاهای دیگر اتفاق افتاده، با آگاهی خوشخص ترامپ در دستش و همه اون دستگاه و اسرائیل و و و, و. نمیخوام واردش بشم. شما اینجا اینها در واقع خفه کردن اطلاعات رو، چون ما هم خبر داریم دیگه، علارغم اینکه این انترنت ها بسه شد اینجا اونجا ویدیو ها می آمد، اینا منعکس نمی کردن. اینا تا دو روز سه روز پیش لیبراسیون تازه از خواب بیدار شده یه صفحه سیاه زده، پنج روز بعد از واقع لوموند یه خبر کشتار داده، هنوز چهار تا جمهوری خواه آمریکا زر می زنند، یعنی ما می کشیم 20,000 نامه داشته فلان. یعنی یک همدستی آشکار سرمایه‌داری جهانی، دول قدرتمند بین المللی، هم آواز با ارتجاع منطقه، همدست با اپوزیسیون راست از طرف تا به دیگه که لیستش رو دادن، هستند برای خفه کردن انقلابی که میترسن ناخوندا برن، بلکه نظام سرمایه‌داری در به زیر پا بره. دقیقاً این به همین دلیل ما وظیفه ما چند صد برابر گذشته به وظایف میرسیم. آیسم یک بار دیگر نشان داد تکیه به چیز انترنت و رسانه ها به تنهایی کافی نیست. این رو اجازه بده رو وظایف صحبت بکنیم آیسم. آقای اسلام اجازه بدید این رو بریم رو وظایف صحبت کنیم، چون بحث بعدی هست اون وقت تکرار میشه. آقای حسین زاده روی مسئله زندانیان سیاسی به هر حال این نگرانی ها وجود داره و با ظرفیت رژیم، نظر شما در این رابطه چی هست؟ ببینید شما اولا به سپیده قریان و نقش مبارزاتش اشاره کردید، اجازه بدید از طریق این جمع واقعا به جسارتش درود بگیم. جسارت سپیده قلیان و همه همقطارانش و کل اون زندانیان سیاسی، چه کارگری چه اجتماعی، معلمان، نمیدونم بازنشستگان، در واقعا 5-6 سال گذشته عرصه زندان رو هم به یه عرصه نبرد جدی با جمهوری اسلامی تبدیل کردن و حتی عقب نشینی رو بهش تحمیل کردن. و طبعا این جسارت و ادامه این مبارزه طبعا به هزاران سپیده قلیان و جسارت های اینجوری احتیاج داره و همین خودش یه مسئله مهمه در تقابل با جمهوری اسلامی. این یه نکته. در مورد زندانیان سیاسی رو رفقای دیگه هم اشاره کردن، به هر حال مسئله مهمیه مبارزه کردن برای آزادیشون و به نظرم تا به حال هم بوده، به هر حال چه مبارزات، چه دستگیر شدگان کارگری، بازداشتی های هفته، بازداشتی های روز کارگر، بازداشتی معلمان در داخل کشور، در خارج کشور، به ویژه در یک سال گذشته بارها تو کمپین‌های مختلف بود و تاثیرم داشته. اینطوری نیست. به حال حتی این آزادی دوره اخیر اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و عسل محمدی و امیر حسین و امیر قلی و ساناز الهیاری و به حال نشریگام و اینا با وجود اون احکام سنگینی که داده بودن واقعا نتیجه همین فشارهای مبارزاتی بود، ولی هنوز تعدادی تو بازداشت و زندان هم تا اونجایی که من اطلاع دارم جعفر عزیزاده هم تو زندانه، بهشتی لنگرودی هست و خیلی های دیگه، زندانیان کارگری، زندانیان معلمان و به ویژه دستگیر شدگان. این آبان ماه 96-98 دیگه ابعادش خیلی وسیعه و نگرانی هم در موردشون خیلی بالا، چون این بار جمهوری اسلامی خیلی جنایتکارانه تر هم با اونایی که تو خیابون زد و کشت
همونایی که بازداشت کرده واقعا نگرانی بالاست. یه بار دیگه یک کهریزه دیگه برای یه تعدادشون را بیندازم. در نتیجه من فکر کنم، منم همون تأکید رو دارم، احتیاج هست در همین نبرد کنان، در همین مبارزاتی که این مبارزه و این جنبش سرنگونی که الان راه افتاده علیه جمهور اسلامی ابعاد مختلف داره. چند وجهیه، یه وجه مهمش هم همین پافشاری بر آزادی فوری زندانیان، اینو هم در جنبش های اعتراضی داخل واقعا باید به خواستا و مطالبات و حرکت عملی اضافه بشه، هم به ویژه در خارج کشور و سطح بین الملل و دست ماها به عنوان احزاب چپ و کمونیست و میبسه در کمپین های وسیع‌تر، هماهنگ‌تر، قدرتمندتر، از جمله با محوریت آزادی زندانیان رو میخواد. و بسیار اگه ما بتونیم در عرصه زندانیان عقب نشینی های به جمهوری اسلامی تعمیل بکنیم، تو ابعاد دیگه مبارزه هم همه میدونن تاثیر داره. و یه نکته هم بگم، در میان بحثا بود در مربوط به اینترنت و قطع و وصلش رو نمیدونم، تا اونجایی که به اینترنت و اینا وصل، خود نفس این که جمهوری اسلامی اینو قطع میکنه نشانه حراسشه، نشانه وحشتشه، میدونم اونم نقش داره، ولی واقعیتش اینه با قطع اینترنت هم نتونسته مانع جدی ایجاد کنه. اخبار رسیده، اخبار به داخل میرسه، فراخوان ها و بحث ها و صحبت هایی که لازمه به گوش فعالین و مبارزین داخل برسه کماکان رسیده. تلویزیون ها هست، رسانه های دیگه هست، رسانه رادیویی هست، انواع کانال های دیگه هست. جمهوری اسلامی کور خونه گویا فقط با اینترنت، میدونم محدود میکنه، این واقعیه، محدود کرده، ولی مانع نشده تو این قضیه. اما واقعا مؤثر نبوده کماکان این مسائل بوده. و نکته آخرم در مورد این مسئله، یه عده ببینید این روزا تو شبکه اجتماعی هم بود، این ابعاد عظیم حرکت اعتراضی را افتاده بالاتر از 100 شهر با این تپش بسیار بالا علیه جمهوری اسلامی. الان یکی یه عده پا شدن که به حال این زودرس بود، این نمیباید بشه، میباید حتما از قبل کمیته داشته باشه، اگر ریگی تو کفش نداشته باشن واقعیت چینه خیلی پرتن. ببینید تظاهرات عظیم توده‌ای، تحولات بزرگ توده‌ای رو اون جمهوری اسلامی آتش به سفره‌شون زده، نصف شب سه برابر بنزین رو گرون کرده و بر همه ابعاد زندگیشون تاثیر گذاشته. خب عکس العمل طبیعی هر جوان، هر شهروند اون جامعه این که یک مقاومتی از خودش نشون بده، بیاد بیرون، دست جمعی بیاد بیرون از محلش، از شهرش، به هر قیام و مبارزش رو سازمان بده. اسپارتاکوس طبق نقشه شروع کرد، مطمئن بود حتما اعدامش نمیکنن. کاربوس خان برده ها رسیده بود و یکی هم جلو افتاد و قیامش رو سازمان داد و سرش هم برای دار رفت، اما شروع یک قیامی بود، عاقبت پایانش بردهداری بود. تو همین جامعه هم اینجوریه. درسته به نظرم این بحث زودرس بودن و کندرس بودن و اینا کاملا پرت از موضوع. به نظرم اون مردم در بالاتر اون سشر حق داشتن خیلی قوی تر، اون کاری که کردن دستشون در نکنه، خیلی قوی تر، خیلی محکم تر، خیلی گسترده تر، حتی بیشتر از این بیان و با جمهوری اسلامی درگیر بشن. به نظرم اگر ایرادی که اگه باشه اینه، چرا فقط 100 شهر، چرا 900 شهر نیست، درست. چرا 1500 شهر نیست؟ درسته به نظرم این بحث زودرس بودن و اینا زیادی پر. رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را زمیان. از نو فلکی دیگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.